درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتم. سجاد مردانی کاپیتان تیم ملی تکواندو ایران یکی از زیباترین استوری های یک ماه اخیر رو توی صفحه شخصیش منتشر کرد. مردانی در واکنش به سوختن زندان اوین نوشت: کجای دنیا وقتی زندان آتیش بگیره مردم نگران نویسنده ها، هنرمند ها، نخبه ها و دانشجوهاشون میشن. به نظرم توی همین چند کلمه به اندازه 40 سال حرف نگفته و سرکوب شده وجود داره. علی دایی اسطوره فوتبال کشورمون بعد از کشته شدن اسرا پناهی به دست لباس شخصی های بسیج یه استوری منتشر کرد و گفت: اگه وقتی که دانشجوهای شریف رو به خاک و خون کشیدن سکوت نمی کردم، الان اسرا پناهی زنده بود. در حالی که به شخصه انتظار داشتم کیهان با شریعت مداری به دایی حمله کنه، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه مستقیما وارد عمل شد و دایی رو تهدید کرد. توی مقاله بلند بالایی که سپاه برای دایی نوشته چند تا نکته جالب وجود داره. اول اینکه مدعی شدن دایی توی دام پمپاژ سنگین رسانه‌های ضد انقلاب افتاده. سپاه گفت دایی آخرین هدف جریان ضد انقلاب برای تحریک ترک زبان هاست و میخواد با استفاده از این شخصیت محبوب اردبیل رو به شورش در بیاره. نکته دیگه اینکه سپاه دایی رو تهدید کرده و گفته مسئول هر اتفاقی که توی اردبیل و سایر شهرها بیفته شهریار فوتبال کشورمونه و توی هر خونی که توی اردبیل ریخته بشه دایی هم شریکه. خبر مهم دیگه ای که از اردبیل به گوش میرسه حمله نماینده اردبیل به علی داییه. آخوند کاظم موسوی نماینده اردبیل در مجلس هم دایی رو تهدید کرد و گفت: تو با پول محرومان ساخته شدی و باید احترام خودتو حفظ کنی و هرچه زودتر از حرفی که زدی تجدید نظر کن. چیزی که من میخوام بگم اینه که اینا یه ماهه که دارن بدون وقفه مردم ایران رو میکشن و سرکوب میکنن و به زندان میندازن، اما تحمل 3 خط انتقاد اونم با قلم یکی از آبرومندترین چهره های ایران در دنیا رو ندارن. آخوندای مغز فندقی خودشونو ارباب و مردم رو رعیت میدونن و حالا دارن خیلی هوشمندانه دایی رو به سمت علی کریمی شدن سوق میدن. خلاصه حرفشون هم اینه که هر کی میخوای باش، اگه میخوای توی ایران زیر سایه جمهوری اسلامی زندگی کنی فقط یه راه داری، اونم اینه که سکوت کنی. سپاه حتی عموی اسرا رو مجبور کرد تا یه پیام تصویری برای علی دایی منتشر و به خون برادرزادش خیانت کنه. ضمن عرض سلام خدمت آقای علی دایی قهرمان شهرمیز، بنده علی پناهی هم مرحوم اسرا پناهی نمسی. در مورد فوت منم قرداشمون گذی سیزه ارزل عملیم چیم اونم مادر زادی مشجول قلب سواری دیم. سپاه داره زمین و زمان رو به هم میدوزه تا ثابت کنه اسرا رو نکشته. به نظر من مهم نیست که چقدر تلاش میکنن، مهم اینه که 80 میلیون ایرانی هیچ شکی ندارن که اگه دست سپاه برسه حتی این بچه دهه 90 رو هم میکشه. ولی خامنه ای دختر پسرهای جوون بیگناه رو میکشه، حالا جدیدن این بار بچه ها رو هم میکشه. اگر بچه کشم شده بگو بیاد منم بکشه، حداقل 2 روز بیشتر پادشاه باشه. اما یکی از تاریخی ترین صحنه های ورزش کشورمون رو امروز الناز رکابی در مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا رقم زد. خانم رکابی در حالی که خیلی از زنان و دختران ایرانی توی خیابون ها برای رسیدن به آزادی می جنگن، در مسابقات فینال سنگنوردی آسیا بدون حجاب اجباری شرکت. مسلماً الناز رکابی با این حرکتی که انجام داد دیگه به ایران برنمی‌گرده و بعد از مسابقات آسیایی به یک کشور دیگه پناهنده میشه.
نیمه های شب گذشته بود که ناگهان اعلام شد سردار آجرلو مدیر عامل سپاهی استقلال به دلیل اختلاس از این باشگاه اخراج و فتح‌الله زاده مدیر عامل سابق این تیم جایگزین شده. چیزی که من میدونم اینه که هیچ وقت یه سپاهی به خاطر اختلاس 70 میلیاردی اخراج نمیشه. مطمئنم که دلیل بزرگتری پشت این موضوع قرار داره. یا آجرلو یه افتضاح خیلی بزرگتر به بار آورده یا سپاه براش یه نقشه دیگه کشیده. به هر حال فتح‌الله زاده مدیر عامل استقلال شد و توی اولین مصاحبهش تا تونست برای آجرلو پاچه خاری کرد. خدمتتون سلام علیکم. تبریک میگم بهتون. تشکر. پست مدیر عاملی رو صحبت می‌کنید در رابطه با حالا این اتفاقات و این نقشه فعلا این فعالا باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. باور کنین منم مثل شما انقدر این کار ضرب العجلی انجام شد. هیچ کدومم نمی‌دونم که چه اتفاقی افتاده. اجازه اگر بدین که من حداقل یه دو سه روزی بیام توی باشگاه بفهمم که چی به چی هست و یه قراری با هم می‌ذاریم. حتما در خدمت هم هستیم. ولی من می‌خوام که از آقای آجرلو تشکر بکنم. بله. توی این چند مدت واقعا زحمت کشیده. امروز هم دیدم توی بعضی از این به اصطلاح رسانه‌ها گفتن نمیدونم اختلاس فلان بوده. اینا گناهه. ببینید دارم میگم گناهه. آقای آجرلو یک آدم شرافتمند دستپاک زحمت کشی است. این وصله‌ها بهشون نمیچسبه. اینها از نظر مدیریتی احتمالاً با هم دیگه هم سلیقه نبودن، نتونستن با هم کار کنن، از هم جدا شدن. همون گونه که من هم اومدم بارها گفتن نمیخوایم، من رفتم خونه. که رفتین خیلی ناراحت بقیه، حالا یه سری استقلالی‌ها ناراحت شدن گفتن که ایشون اصلا مدیریت نکرده به خاطر بیماری استعفا داد. حالا این سری فکر کنید چقدر میمونین اینجا، چقدر میتونین کارو جلو ببرین؟ ببینید هیچ کس توی کار دولتی تو کار مثلا این چنینی نمیتونه بگه من چقدر هستم چقدر نیستم. بالاخره کار دیگه. امروز میگم بیا، فردا میگم برو. شما دیدین هر وقت من گفتن بیا من اطاعت امر کردم، هر وقت هم گفتن اطاعت سخت بله همین الان هم همین جوریست. ببین همین من صبح رسیدم میگن آقای اسلام مچونی 60 تا نمیدونم، یه بازیکن داریم 50 تا نمیدونم، یکی دیگه رو گفتن 30 تا، یعنی رسیدین یه 150 میلیارد دادید نه بیشتر، چون که الان سازمانی هم میگن چند تا 60 تا یا 70 تا، یعنی 200 تا الان میگن بدهی. خب واقعا سخت کار کردن، ولی ما کار میکنیم. بازم تاکید میکنم که این حرفایی که در رابطه با آقای آجرلو زدن گناه، توبه کنیم. ایشون زحمت کشیده، یک انسان شرافتمندیه، اینجا زحمت کشیده. این بوره سخته، این بوره حضور شما تو استقلال باشه آقای. آره با شرایطی که من الان میبینم بله دیگه متاسفانه. البته این شرایطی هم که من میگم الان 200 300 میلیارد ما بدهی داریم مخصوص آقای آجرلو نیست.